عرض میکنم ادامون تو خوب باشه. با گیم پلی بازی توتال وار ساگا تروی در خدمتتونیم. آخرین نسخه از سری توتال وار، در سری فرعی توتال واره. من یه سیو باز کردم، همون ادامه میدیم. بازی سه تا دسته داره کلا، یکی تروی، اون یکی دیگه یادم نمیاد چیه، اون یکی دیگه هم آمازونه دیگه. همه فیلم تروی دیدن، اصلا میدونن داستان توتال وار ساگا تروی چیه. بعد داشتم میگفتم تروی دومین نسخه از سری فرعی توتال وار ساگا. یه توتال وار ساگا بریتانیا هم داشتیم که اون زیاد، اون اصلا خوب نبود، ولی این خیلی خوبه. خیلی حالا میریم تو بازیش. متاش 71، بازی متاش 71 و یه سری پیشرفت داره حقیقتا، یه سری پس رفتاش مثلا سیستم مدیریت شهرش، مثلا اون چیزی که ما توی تری کینگدامز میبینیم اصلا اونجوری نیست. اصلا برگشته به توتال وار روم 2. اصلا مدیریت شهر، شما نمیتونی مدیریت شهر کنی، هیچ کار خاصی نمیتونی با شهرت انجام بدی به جز ساختن ساختمونا و این چیزا. بعد یه سری چیزای خیلی جالب آورده، اومده بخش کرده دیگه. پول نداری شما، این بالا میبینن غذا داری، چوب داری، سنگ داری و برنز داری و گلد داری. بعد مثلا میام اینجا و شهرها رو میگیرید، بهتون چیزی اضافه نمیشه، یعنی پول نمیگیرید، بعد بسازین توش تا بتونید چیز اضافه کنید. شهرها رو بگیرید. الان من این دوتا رو گرفتم، این دوتا پر بود ولی الان خرابه، یعنی هیچی نیست، هیچی نداره. اینجوری عمل میکنه موضوع. نازو فرار کن. Prince Hector, a difficult road. بیام اینجا که سربازی کنم. بله نمیشه دست داد. بالا نشون میدم بهتون، بریم یکم اینجا داره بالاخره. بله ملیتوری اکسس اون رو دارم به هم میزنم عزیزان. بازم گرافیکش تهشه دیگه، یعنی از این بیشتر نداره گرافیکش. البته گرافیکی بازی مشکلی نداره، ولی بقیه چیزا، بعضی چیزاش اصلا جالب نیست. مثلا اینو اینجا داره، ایالت نیست دیگه بازی. مثلا سه تا شهر ولی شما نمیتونید مثل توتال وارهای قبلی اون سه تا شهر رو کنترل کنیم. مثلا بگین برای این سه تا ایالت من پول بیشتر میخوام، مثلا از اون سه تا ایالت من پول کمتر میگیرم. اینجوری دیگه نداره. این سیستم چیز بازیه، چه اسمش، تجارت بازیه. سنگ میگیرید مثلا فرانچیز رو، الان مثلا من دارم چوب بهشون میدم، طلا به نمیخوام، اصلا طلا همو هدر نمیدم. دوش چی میزنی؟ چرا باید 180 تا غذا رو بدم 150 طلا؟ طلا خیلی ارزشش تو این بازی زیاده، یعنی اصلا گیر نمیاد. از اون برای برنز تا حدودی گیر میاد. سنگ برای این وریا کمیابه، برای ترویا نه، سنگ زیاد داره چون سنگ بستگی به کوک داره. اینجاها سنگ هست ولی این جایی که من هستم چون سنگ نداره اصلا. اینو هم من بیارم اینجا برسه، بعد حمله رو شروع کنم. pay. توش بیخی و همه دارم به هم میزنم میلیتری اکسس با یک گندی زدم اومدم با یکی سول کردم و دوباره بهش حمله کردم. خب این داداشون حمله میخواد. این سیستم چیزش خیلی جذابه. نه بذار یه بتل بریم بتلش شما ببینید چون بتلش خوبه، بتلش جوابه. یعنی مثل تیر کینگدامز نداره که مثلا این جنرال با اون جنرال تنهایی با هم بجنگن، چون این بازی رو بیسش روی توتال وار وارهمر 2 ساخته شد. البته بیس هم نبوده تا حدودی، چون خیلی بعضی جاهاش خیلی پیشرفت کرده، چیزای جدید آورده، چیزای باحال آورده، بعضی جاهاش اصلا نابوده، خیلی پسرفت کرده بعضی جاهاشو. ولی حالا بریم ببینیم بتل چجوری. من یه دونه بتل بیشتر نزدم، اونم رفتم یه شهر رو گرفتم دیگه. خودم مثلا توی بتل توی زمینش اصلا بتل نکردم، یعنی جنگ نداشتم. چرا گفتم یعنی 600 تا گفتم یعنی بذار این دورم اینجا که از جای بهتری بتونی بزنم. شت خب این از این چی مونده؟ اینا اونا باید حمله کنم، در نتیجه تون بزنیم داخل اونو بیان. گرافیک بازی نسبت به مثلا چی مثل وارهمر رو تیرکینگدام صف کرده، ولی در کل بد نیست گرافیکش. الان من دارم کپچر میکنم اینجوری افت فریم داره، من در حالت معمولیش از فریم. فکر کرده زرنگ میزه. بتلش اصلا یه جوری شده ولی مثل ترکینگدامز خیلی جذاب نیست نورد تن به تنش، ولی خب دیگه همینو که هست حقیقتا. تازه یه اسپیناف، یعنی از اسپیناف نمیشه یه انتظار خیلی خفن داشته باش. این فرماندهاش هم مثل چیز نکن چجور میزنه، اصلا یارو تخیلی بتلاش. یه جوری خواستن یه جورایی تعادل رو بین کسایی که وارهمر دوست دارن، کسایی که نسخه های اصلی توتال وار دوست دارن، نسخه های واقع گرانش رو حفظ کنم، ولی نتونستن. یه جوری بد شده بازی اصلا. بیا داداش کجا میری؟ چند نفر کشته یه فرمانده دیگه. نگاه تخیلیش کردن بتلای رو، اصلا خونم نمیاد، یعنی بلاد نداره واسه کلا. نکن اینجا گزینه واسه بلاد نداره واسه من درست. نمیدونم واقعا چرا بلاد نداره، یه چیز جذاب بود که اضافه کرده بودن توی آخرین نسخه بازی. بابا اصلا اینا فایده ندارن. او سریع هم فرار میکنه. برگو داشت وایستا. نگاه اینا، نگاه اوش مصنوعی انصافا. نگاه تو دیواره یارو، چیکار میکنی؟ هیدیز که از خدایان یونانیه. یه بازی هم ساخته دادم اسم هیدیز که گیم پلیش گذاشتم چند وقت پیشم گذاشتم، فکر کنم 2 روز پیش بود. کجا میره خدا داشت؟ واسه آخر که میکشم. چرا فرار میکنم؟ کدوم واریرزان دارن؟ آه این یارو بارش. تمام، این هم از بتلش. حالا بریم. این ویدیو شاید طولانی بشه، شاید به 25-6 دقیقه هم برسه، چون بازی خیلی بزرگه. این هم که مثل قبل نشون میده هر یونیت و هر گروه چند نفر کشتن. کسایی که اصلا وارد نبرد شدن 214 نفر مردن، 1207 نفر سربازان زنده موندن. این ورا نهاش میمیرن. حالا الان همشون میمیرن، چون شهر رو میخوام بگیرم همشون مجبورم بکشم. در نتیجه اینا هم زیاد کشته ندادن، 260 نفرشون مردن همش. این بتلش اینجاش خیلی بتلش باحال شده. اصلا خوشون نکنه هیچ خونی نمیریزه، کلا خون نداره بازی. اینجا که مثل قبل وقتی پیروز میشین اینجا بهتون اکسپریانس میده، حالا غذا میده و برنز. بعد این پایینم که میتونین غذا بگیرید، بعد میتونین اون سربازی گرفتین رو بکشید، اسیرا که گرفتین رو، یا میتونید سرباز خودتون رو قوی تر کنید، یعنی اون اسیرا که گرفتین بیان به شما بپیوندند. چی میزنین مثلا 177 طلا رو بدن به 100 تا غذا. اصلا خیلی وضع وقتا پیشنهادهای عجیب غریب میده. یه سیف زدیم که نه، خیلی بتل ها اینجاش باحال شده، یعنی این یکی از نقاط مثبتش بوده. خب اینجا هم که مثل همیشه 4 تا آپشن بهتون میده، یا وارد شهر بشین و شهر رو همینجوری بگیرید، یا وارد شهر بشین و غارت کنید مردم رو، یا اصلا وارد شهر نشین برین غارت کنید برگردین، یا هم که شهر رو با خاک یکسان کنید. ببینم سه تا شهر دارم اینجا، پول ندارم، بذار شهر بگیرم. این هم که درخت مهارتاش که اصلا خیلی چیزایی که دورایی که میخواد برای رد شدن از یه برای گرفتن یه مهارت خیلی زیاده، مثلا 3 تا میخواد، این 7 تا 8 تا، همون اولش 8 تا میخواد. خیلی عجیب غریبه این چیزاش. خب باز برگردم این اینجا دیگه. گرفتم شهر رو. داستان تروی هم اگه ندیدین میخواین این بازی رو بازی کنید، میخواین داستانش رو بدونید و انگلیسیتون خوب نیست، میتونید بریم فیلم تروی رو نگاه کنید که برد پیت هم توش بازی میکنه، خیلی فیلم خوبیه. اگه ندیدین حتما اینو ببینید، چون همونه دیگه داستان، اصلا هیچ فرقی نمیکنه. این هم شهر ترویه که دیگه شاخشون اینجاست. خیال نمیخوام. اینطوری مثلا میتونید چوب بسازید، چون همه اینا برای ساخت و سازتون نیازه، یعنی اگه نسازید یه چیزی کم داشته باشه نمیتونید چیزی بسازید. خیلی خواستن تم واقع گراییشو زیاد کن. این یه دوره دیگه هم بریم، من یک سری چیزهای دیگه هم بهتون نشون بدم. ها این مثلا وقتی که یکی از یاروتون به یه جای حمله میکنه، شما تصمیم میگیرید که سمت اونا باشید یا نه حمله کنید به دشمنش. ها یادتون اونا اسپارتا بودن، اسپارتا و تروی، 3 تا قبیله داره تو بازی، اسپارتا، تروی و آمازونا. آمازونا که همشون خانومن، نشون نمیدیمشون چون تو آپاراتم ویدیو قرار بیاد، حسن ندارم سانسور کنم. بعد اینجا خب من که آخر میخوام حمله کنم ترویو بگیرم، ولی ولش کنم بذار وار کنم. تو آخر با ترو هم که مشکل داریم ما، با اسپارتا هم مشکل داریم ما، آخر با اسپارتا هم باید بجنگم، درنچه همین الان باشین دشمن بشن بهتره. و اگه میخواین یه نسخه بهتر از ساگا تروی بازی کنید، من بهتون 2 تا پیشنهاد میدم. یکی توتال وار آتیلاه، یکی چی شده؟ دوشون اینجاش کام کن. یکی توتال وار آتیلاه، یکی توتال وار وارهمر 2. یعنی اصلا یک و دوش فرقی از لحاظ داستانی ندارن. تو غلط میکنی اینجایی. شت بذاری چی بگیم. خلاصه که همین دیگه. بعد اینجا که پیامتونه دیگه همین، این چیز دیگه ای اضافه یا کم نشده و میخوام براتون توضیح بدم، ولی اگه گفتم میخواین یه دو نسخه بهتر از این بازی کنین، یا توتال وار آتیلا رو بازی کنین که توش ایران هم هست، یعنی ساسانیان و کامل و دقیق و همه چی ساسانیان رو داره، یا توتال وار وارهمر 2 رو بازی کنین، اون بی‌نظیره. یا اگه گرافیک و اینا براتون مهم نیست، می‌خواید بهترین نسخه ممکنه بازی کنید، توتال وار روم 1 رو بازی کنید که از نظر من بهترینه. امیدوارم لذت برده باشید. تا یه برنامه دیگه، یه گیم پلی دیگه، خدا نگهدار.